دوستان عزیز سلام، امیدوارم که در هر کجای دنیا هستید خوش خوشحال باشید. امروز خواستم یک ویدیو دیگر آماده کنم در مورد از اینکه زندگی در اروپا چه رقم پیر میشه و کسایی در اروپا زندگی نه زندگیش چه قسم است نیست. تا آخر ویدیو امروز ما باشید و ما رو دنبال کنید. ما همه چیزایی را کسایی در اروپا زندگی نه برایش میگیم، حتما حتما گوش کنید. دوستان عزیز، یک نفری که نو در اروپا میه تا در این محیط آشنا میشه، میه در کمپ بعد از 2 سال یا 3 سال، کسایی که حتی 6 سال را در کمپ خواه قبول نمیشه یا تا او قبولی میگره 6-7 سال تیر میشه، کسایی یا در 2 سال یا 1 سال قبولی میگره، باز او آدم مجبوره که درس زبان از کشور بخونه. مدت 1 سال یا 1.5 سال یا 2 سال کسایی میتونه دیر یاد میگره زبان میخونه، باید که زبان میخونه. بعدن که زبان خواند، باز او مکتب باید بره که چیز شروع کنه، به اصطلاح صنف 10-11-12 بخونه یا صنف 7-8-9 رو باید بخونه. امید خوانده باره از او پاس درس مجبوره که درس شغل بخونه. بدون درس هیچ امکان نداره که نفر سر کار شوه یا بره کار کنه یا دیگه کنه. باید هر فردی که در اروپا میه باید شغل بخونه، حتی تمیزکاری، حتی پایین‌ترین کار که هست تمیزکاریه، همین تمیزکاری را هم حتی باید درس بخونه. 6 ماه باید درس بخونه. هر کاری که اینجا انجام میده باید درس بخونه. اینجا او قسم نیست که مثل افغانستان که بریم کار اینجا پور است، باید هر جایی که بریم که آدم سر کار بگیره، او رقم هرگز نیست. هیچ وقت این قسم فکر نکید که در اروپا که این بیرسی کار آماده هست. نه، کسایی هست که 6-7 سال درس میخونه بایلا کار پیدا نه، ما 2000 یورو یا 2900 یورو برای کشورهای دیگر نمیفهمم، حقوق پایین کشورهای دیگر. ولی فنلاند کسی یک نفری که 4 سال شغل بخونه، شغل رو تمام کنه، از او پاس مره سری کار هم که رفت، ماشی از شروع ماش کسی 1800 یورو است، از 1800 یورو شروع تا 2700 یورو دبای نزی همین قدر ماش میگیره دیگه. ما دقیق بر هر کس گفته نمیتونم، شغل ها فرق مونه، هر کسی که بعضی شغل های دیگر میخوانه او فرق داره، ماش پایین زیاد کم ایتا داره. ولیکن او که به اصطلاح یک نفر که 18 ساعت حقوق میگیره، به اصطلاح کارگر است، او ما برایش تقسیم مونم که او نفر او پیسر که میگیره چی کار نه، از 18 ساعت یورو 4 ساعت چرا چی میده مالیات میده مونه 1200 یورو، از 1200 یورو تقریبا 600 چیره الا 700 را کرای خانه میده، از 1200 که 700 بره 600 یورو، 600 یورو را یک 300 یورو خرج نان میشه، من 400 یورو پیر که بیل برق او از چیزها را حساب کنه، مومنه برش 200 یورو بیل تلفن میرفون از چیزها را حساب کنه، یک چیز نمومنه. فکر نکید که در اروپا که بیایی پول امیتر زیاده که بری کار کنی پول پیدا نی دیگه، یه رقم نیست. اینجا کار اگر امی قدر کاری که کسایی در اروپا اگر در افغانستان کنه خیلی پول دارم شه، به خاطر که افغانستان کسی مالیات نمیگره، آزاد است، روزی 700-800 کار نی، بیشتر کار ننی. اینجا اگر بخوایی بیشتر کار کنی بیشتر باید همچی مالیات بدی، هر قدر بیشتر کار کنی اضافتر پول بدیست بایری، مالیات میره بالا. تقریبا مالیات کسی که ماش 2500 یورو باشه، او باید 17% تا 25% را به اصطلاح در کشور مالیات بیده. کسایی که ماش بالا است، به اصطلاح آیچ بالای مای 6-7000 یورو بالاتر، او مجبوره که 35% تا 40% را همچی مالیات بیده. مالیات خیلی بالای اینجا، این رقم نیست که هر قدر در حساب تامت از خودت باشه و امی پولی که به اصطلاح کار مونی همهش از خود دست اگه کس کار نمیگره، نه این قسم نیست، هیچ وقت قسم نیست. کسایی که اینیال ما کسایی رو میشناسم که در کمپ تقریبا 6 ساله در کمپ خواه زندگی اینجا اختصاصا نیست. اینیال ما خودم شخصا دیروز ساعت 8 بجه آمدم سری کار، آلی کس 7 بجه صبح، این شب تا صبح کار کدم تقریبا 11 ساعت، باید ساعت 8 صبح باید کار بر موتر استارت کنم که کس دیگه می سر کار، باید موتر استارت کنم کس دیگه می سر کار، باید این ما 12 ساعت باید کار کنم، تا 24 ساعت 12 ساعت کار کنم، 6 ساعت چم خواب کنم، به اصطلاح من 12 و 6 18 ساعت دیگه، 3 4 ساعت دیگه میشه که اورم تا آدم بعضی کارهای دیگر انجام میده، خانه جمع نوازی چیزا هست، خلاص میشه، وقت به کلی نیست.
در افغانستان که بودی 6 ساعت کار میکردی، بار یک روز تو بازی کنی، بار والیبال بری، بار فوتبال بری، بار امرای آتی فلانی یک گلس چای بخوری، خانه آتی فلانی بری. اینجا او تو نیسته، هیچ کسی کس نمیشناسه، نه در فکر کس، حتی قومای کس باشه شناس یا رفیق یا دوستی نزدیک باشه. بعد از 6 ماه 7 ماه یک زنگ میزنه، تو کجاستی، من کجاستم، همین قسم اول ادگر میگیره یا سالها تیر میشه. ما یک رفیق ما از افغانستان در جاغوریه، تقریبا خیلی مدت زیاده در می شهر از موز نگیم، تقریبا 2 سال میشه که وقت نشده که ما برمور بینگرنم، ولیکن ما یک مای دو بار یا سه بار یا 4 بار وقت دروم برای 2 روز یا 3 روز وقت دروم برای مسافرت برم بیرون ازی از فنلاند، ولی داخل فنلاند شما اصلا وقت ندروم. روزانه اگر ما زیاد وقتش داشتم یک ساعت 2 ساعت الا 3 ساعت که بیشتر وقتش داشتم، از 24 ساعت ما اونمور کوشش نو برایش مو ویدیو جور کنم، ویدیوهای کوتاه آموزشی که ویدیوی که ما جورنم باید همشم سایل کنید و به درد زندگیشم بخوره. ما به اصطلاح کوشش نم که مسافرت مورم جایای مورم شما بینگرنید، رویش زندگی زی مردم را، فرهنگای کشورهای مختلف بینگرنید، و همچنان در فنلاند که زندگی نم باید توضیحات کامل بدیم که زندگی این چی قسم است و باید این کسایی که زندگی نه تلاش خیلی زیاد مونه، حتی از افغانستان برای کسایی که زنگ میه پول روان کو، کسایی که در کمپ هست، ما خبریم بچهای در کمپ هست از طرف دولت 315 یورو میده، او 315 یورو به لحظه سر ما تا آخر ما اونا خرج نان میشه، ولی اونا ما کسایی میشناسم که اونمو نان را یک قمنه نه که نان سیه بخوره، اونمو را قرمه کچالو خورده ریه، اونو پیسه را جمع نه ببری کرایه نه پدر مادر روان نه، از سر ما که قرمه کچالو مخره تا آخر ماره. اینی وضعیت هم است، اینج کس تا وضعیت زندگی خیلی بر کسایی که قبول شده یا نشده خیلی خرابه، خیلی سخت زندگی. اگر زندگی اینج تلاش نکنی از این قافله به اسلام خیلی چی مومنی، به اسلام پس مومنیم. دوستای عزیزی که در افغانستان یا خواهی عجیب غریز میگنه در اروپای رقم باشه، من خود مثلا در افغانستان که بودم فکرم کنم چی بیج باشه، لب در یادم بره، خواب کنه و چی چیزا باشه، نه این چیزا خیلی اشتباه بود فکر کرده بودم، ولی آله ایرم گیم که اینجی که آمدید فقط تلاش میخواید، اگر تلاش نکنید دیگه نکنید، اینجی خیلی زندگی روز روز برای در مشکلش دماره، سخت دماره، مجبور آدم رو اینجی دولت یک خم است دارن، مجبور نه یک دو سال را یا یک سال را همکاری نه، از او با تو مجبور نه، تو باید کار کنی، زحمت بکشی، بسیار زحمت زیاد بکشی. اینج کسی رقم نیست که یک نفر کار کنه بسته فامیل اینج بخوره، اینج هر فرد بلده خود کار نه، یعنی یک زن که کار نه، یک زن مرد کس آردوش کار نه، زن بلده خود کار نه، مرد برای خود خو. اون مرخ حتی ما کسایی میشناسم که در فروشگاه مرا زنش برای خود خو یک به اصطلاح یک ثبت میگره، مرد برای خود ثبت میخره، میگره مرا سودای میخره، هر کس از خود حساب نه، حتی در کدام رستورانی که بره نان بخوره هر کس از خود حساب نه، به دلیل از اینکه هر فرد کار نه، فقط بیله خرج خود رو برنه، اینجی اگه زیاد به اصطلاح پس انداز کنه ماهانه این 200 یا 300 پس انداز نه، که سال یک بار مسافرت مره در یک شورا مره، اون یک سال خیلی خوشحال است که مسافرت رفتی. این گپ منظور مردمی خود از این مردمی فنلاندی بود، ولی افغانیای از مکست سخت کوشه، خیلی سخت کوشه، به خاطر که از دانخ میزنه، از شکم خ میزنه، از شکم اولاد خ میزنه، اینا بریم یک چیز آمد از شکم امگی میزنه، جمع نه پای سر بر خانواده خ روان نه، اون طرف این طرف مثلا روان نه و اونا خوش باشه. دوستای عزیز تقاضای از اون دوستایی که در افغانستان بر من کامنت گفته بود که این رقم توضیحات کامل بر زندگی اروپا بده، من این قسمت را اینقدر توضیح دادم، در برنامه بعدی خو حتما در موردی که قبولی اقامت در فنلاند چه رقمه و زندگی بیشتر برای زندگی شخصی مردم توضیح میدیم و شخصهایی را که در کمپ زندگی نه امروز نامورم گپ میزنم که اونا در کمپ وضعیت زندگیش چیه، کسایی که ساختمانی در منفی 30 درجه سانتیگرید در فنلاند کار نه، در پالوی از وام مورم که اونا چی رقم کار نه، یعنی هوا تا حدی سرده که منی بینیدم رو آو یخ میزنه ولی در سر ساختمان کار نه، مجبور کار نه، کسایی که در پیزداری کار نه، به اصطلاح پیزا شاپ کار نه، برای حتما از اونام ویدیو میگیرم که اونا 12 ساعت در پای استاد میشه، سر پای استاد بل که اگر خود خم نه، تابال نه که کمرم باش بخی چور شده، از اونام حتما بلیت ویدیو میگیرم دیگه. هر جایی که افغانی هایی که در میشار کار نه،
اتمن بلدش ویدیو میگیرم، از کار خود هم بلد ویدیو میگیرم. به اصطلاح هوای رنگینی کسایی میگیرنه او رقم اروپا و استرالیا و کشورهای خارج رقم نیه، دوستای قومای استرالیا که میگیرنه مطمئنی میکنم از دیست سه و میچینه دیستایشی همی چی شده که تک داشته هم چی دراشته دیستایشی از دیست سه و میچینه و دیگه نه سخت زندگی واقعا ده هر قدر زندگی به اصطلاح مدیرش ده باره سخت ترش ده باره کسایی بری گبار بر دوستای افغانستانی گفتم که هیچ وقت تقاضای خود از مردمی که در خارج است کم کنید و تقاضای خود بیشتر نکید، اینا هم از خود خود زندگی خیلی مشکلات زیاد داره. تشکر تا این وقتی بودید، تو منتظر ویدیو بعدی ما باشید. دیگه کمکاستی داشت، ببخشید.